لیگ برتر افغانستان بعد از پشت سر گذاشتن 6 سال پرفراز و نشیب به فصل هفتم خود رسیده است. لیگی که معرفی کننده استعدادهای فوتبال در کشور و پیام‌آور صلح و مهربانی مردم سرزمین ماست. سلام، خوش آمدید به راهی به سوی لیگ برتر. این برنامه به معرفی قهرمانان 8 ستون فوتبال کشور و همچنین ترکیب تیم‌های حاضر در لیگ برتر افغانستان در سال 97 می‌پردازد. و اما سال قبل، سالی که با قهرمانی شاهین آسمایی به پایان رسید، این تیم در بازی نهایی موفق به غلبه بر دمیوان اتلان شد و برای چهارمین بار جام را بالای سر برد. نخستین برنامه راهی به سوی لیگ برتر به پوشش تورنمنت کابل و چگونگی انتخاب بازیکنان برتر این زون برای حضور در ترکیب شاهین آسمانی در فصل هفتم رقابت‌های لیگ برتر افغانستان اختصاص دارد. با ما باشید با راهی به سوی لیگ برتر زون پایتخت. فصل ششم لیگ برتر افغانستان در تاریخ 16 سنبله سال 96 با بازی دو تیم شاهین آسمانی و دسپین قربازان رسماً در ورزشگاه فدراسیون فوتبال کشور آغاز شد. شاهین با عنوان مدافع عنوان قهرمانی پای به این بازی ها می گذاشت. این بازی پرفراز و نشیب در پایان با برتری 4 بر 3 نماینده پایتخت با پایان رسید. شاهین آسمایی که در مرحله مقدماتی با تیم‌های دسپین قربازان، عقابان هندوکش و موج‌های آمو در گروه الف قرار گرفته بود، در بازی دوم به مساف نماینده زون مرکز رفت و در برابر این تیم با نتیجه غیرمنتظری 2-0 شکست را پذیرا شد. در آخرین دیدار مرحله گروهی نماینده پایتخت به مساف موج‌های آمو رفت و در روزی که کار سختی برای از پیش رو برداشتن حریف خود نداشت با حساب 2-0 موفق و پیروزی بر این تیم شد. در نیمه نهایی شاهین آسمایی به مساف سیمرغ البرز رفت تا در مجموع دو بازی حریف خود را با نتیجه 5-3 از پیش رو بردارد و به بازی نهایی صعود کند. بازی نهایی در تاریخ 5 عقرب در شرایطی که تمام نگاه ها به محل برگزاری این دیدار بود بین شاهین آسمانی و دمیوان اتلان برگزار شد. این بازی زیبا و جذاب در پایان 120 دقیقه با نتیجه 4-3 به نفع شاهین آسمانی و پایان رسید تا نماینده کابل برای دومین سال متوالی جام را از آن خود کند. شاهین هم جام را از آن خود کرد و هم تعداد قهرمانی های خود را به عدد 4 رساند تا دست نیافتنی تر از همیشه همچنان پر افتخار ترین تیم لیگ برتر افغانستان باشد. در رقابت‌های فصل هفتم همانند سال گذشته مشتبه فیض هدایت طلایی پوشان را بر عهده خواهد داشت. این مربی جوان و کاربلد برای انتخاب تیمی قدرتمند و مدعی مسابقات کابل را با دقت تمام زیر نظر دارد. با هم صحبت‌های مشتبه فیض در رابطه با چگونگی انتخاب بازیکنان و همچنین رقابت‌های تورنمنت کابل را با هم می‌بینیم و می‌شنویم. 8 تیم برتر لیگ برتر کابل اشتراک کرده در این مسابقات، 8 تیمی که از اول تا هشتم و بازیکنایی که باقی مانده از تیمای دیگه اونا هم حضور پیدا کردن به خاطر از اینکه بتونن استعداد خود به نمایش بگذارن و بتونن کمک بکنن بر تیم شاهین آسمایی. نقاط ضعف ما در خط دفاع زیادتر ما ضعف داشتیم و همچنان خط میانی یا مرکز. اون نقاط ما بالاش کار کردیم و بازیکنای را در اون نقاط جای بجای کردیم که بتونه از اون وظیفه که برش داده میشه از طرف مربی از اون وظیفه حفاظت بکنه و اون عمل را که باید ما سر از اون زیاد کار کردیم باید خوبتر اون عمل انجام بده. بیندای عزیز، حالا شما خواهش میکنم مرور که انجام شده بر تورنمنت زون پایتخت را با هم یک جا ببینیم. تورنمنت کابل 1397، هفتمین فصل لیگ برتر افغانستان همانند سالهای گذشته با برگزاری مسابقات منطقوی در 8 زون فوتبالی کشور آغاز گردید. نخستین زونی که برای مشخص شدن قهرمان تورنمنت منطقوی سال 97 و همچنین چهره‌های برتر کار خود را آغاز نمود زون کابل بود. مسابقات کابل در تاریخ 13 سال با حضور 8 تیم برتر پایتخت
آغاز شد. این بازی ها همچنان برای انتخاب بازیکنان شاهین آسمایی در فصل هفتم برگزار می شد. مشتبه فیض همانند سال گذشته به عنوان سرمربی شاهینی ها انتخاب گردید. او همراه با هیئت تکنیکی فدراسیون فوتبال افغانستان وظیفه انتخاب بهترین های زون کابل را بر عهده داشت. تیم های حاضر در این بازی ها در ابتدا در دو گروه چهار تیمی قرار گرفتند. گروه اول میوند، سرمیاشت، جوانان پنچیر و اردو. گروه دوم فیروزی، امرخیل، سفیر و جوانان اردو. بازی های مرحله گروهی با جذابیت خاصی برگزار شد و در نهایت از گروه اول تیم های سرمیاش و اردو و از گروه دوم تیم های امرخیل و سفیر به مرحله نیمه نهایی رسیدند. بازی های مقدماتی زون کابل در ورزشگاه قاضی برگزار گردید. در نیمه نهایی سفیر با سرمیاشت و امرخیل با اردو روبرو گردید و در پایان تیم های امرخیل و سرمیاشت با پیروزی مقابل حریفان به بازی نهایی رسیدند. بازی نهایی مسابقات که تیم قهرمان تورنمنت کابل را مشخص می کند و همچنین اختتامیه این بازی ها در بخش پایانی این برنامه تقدیم شما می شود. منتظر باشید. حضور دروازه‌بانان خوب و مطمئن در ترکیب شاهین آسمایی یکی از دلایل موفقیت این تیم در فصول گذشته محسوب می شود. این تیم در این فصل از رقابت های لیگ برتر افغانستان نیز دروازه‌بانان خوبی را در اختیار دارد و کاوش حیدری یکی از مهره‌های اصلی این تیم به حساب می آید. با کاوش حیدری در بسته پیش رو بیشتر آشنا خواهیم شد. به نام خدا کاوش حیدری هستم، در دروازه‌بان تیم شاهین آسمایی و تیم ملی فوتبال افغانستان. مدت 6 سال میشه که عضویت تیم فوتبال سرمیاشت دارم که در رقابت‌های لیگ برتر کابل 2 سال است قهرمان لیگ است و سال قبل هم در انتخاباتی تیم شاهین آسمایی تیم سرمیاشت قهرمان شد. بتونیم امسال هم بخیر قهرمانی در تیم سرمیاشت به دست بیاریم و به تیم شاهین آسمایی را بیابیم. بازیکنان خارجی که الگوی ما هستند مثل فعلا مانوئل نویر دروازه‌بان تیم ملی جرمنی و بایر مونیخ. مسابقاتی که امسال برگزار می‌گردد هر بازیکن بدون از اینکه تمرینات تیمی شروع شود یا نه تمرینات انفرادی را انجام می‌دهند. هر کدام در باشگاه خود بسیار تمرینات سخت و فشرده را انجام می‌دهند. ما یک مربی خوب جوان مشتبه فیض در کنار ما داریم که واقعا بسیار زحمت می‌کشه، بازیکن‌های خوب و نخبه را برای تیم شاهین آسمایی انتخاب می‌کنه. همه ما بالای مربی خودم اعتماد داریم، برای بازیکن‌های خودم که بخیر پنجمین قهرمانی را ان شاءالله برای تیم شاهین آسمایی به دست بیاریم. خوش آمدید و ادامه برنامه. شما بیننده راهی به سوی لیگ برتر زون کابل هستید. در این قسمت با یکی از مدافعین خوب فوتبال افغانستان و شاهین آسمایی آشنا خواهیم شد. امید هماینی. بسم الله الرحمن الرحیم. امید هماینی هستم، یک تن از بازیکنان تیم شاهین آسمایی. سطح فوتبال افغانستان در حال رشد است و سطح فوتبال هر کلاب هم بالا شده نسبت به پارسال و همگی کوشش میکنند تا بتوانند در تیم محبوب شاهین آسمایی انتخاب شوند. چون خودم یک بازیکن هستم که در بخش دفاع بازی میکنم و از بازیکن سرجی راموس و جراد پیکه زیادتر خوشم میاد و همچنین از نیمار هم بازیکن خوب و پر تکتیک است، از او هم خوشم میاد و میخوایم در آینده هم مانند همین یک مدافع خوب مثل سرجی راموس و جراد پیکه بود بازی کنم. خب امسال هم ما باز هم امید داریم به یک کپ بتانیم، کپ قهرمانی رو بگیریم. از اینکه استاد مشتبه فیض هم مربی ما هستن امسال دوباره به بازیکن‌ها را یاری میکنن، امید ما بیشتر میشه و همچنان از اینکه بازیکن‌های جوان و نو که به تیم ما دعوت میشه هم یک امیدواری است. می
میخوایم بهتر بدروشم نسبت به سالهای قبل چون تجربه ما هم زیاد میشه و بتانیم چیزهای زیادتر از استاد خود بیاموزیم و او رو در میدان بتانیم عملی کنیم. روید سمندری هستم، یک تن از بازیکنان شاهین آسمایی. مدت 2 سال میشه در شاهین آسمایی بازی کردیم، 1 سال هم در اسمینغر بازان. از رده های سینی از تیم 19 سال شروع کردیم، 19 سال رفتیم، بعد از 19 به تیم ملی هم دعوت شدیم، مدت 1 سال در تیم ملی هم بازی کردیم، 1 سال دیگه هم در تیم 23 سال کشور بازی کردیم. تیم ما انگیزه بالا داره چون تیم ما 2 سال است قهرمان کابل است. تقریبا 6 کپ گرفتیم از تمام جام حذفی و لیگ برتر کابل و لیگ انتخاباتی شاهین آسمایی. روید سمندری یکی از بازیکنهای بسیار با تکنیک بالا، همچنان با قدرت بدنی بالا که تانسته در ترکیب سال قبل در بازی گروهی خوب عمل بکنه و بازیکنش بسیار شودزن و دید خوب داره. و همین لحاظ تانستیم امسال هم در ترکیب تیم داشته باشیم تا بتانیم ازش استفاده خوب بکنیم. امسال میخواییم قهرمان شویم چون 3 بار پیاپی قهرمانی را به دست بیاریم. گرچه 4 بار شاهین آسمایی قهرمان شده اما 3 بار تکرار نشده نیست که یک تیم قهرمان شده 3 بار پیاپی. دوست داریم که امسال حتما قهرمان شویم و تمام سعی کوشش خود را میکنیم تا قهرمانی را به دست بیاریم. در تورنمنت کابل در سال 97 عمران ولیزاده مهاجمی بود که خوش درخشید و نظر مشتبه فیض را به خود جلب کرد. او یکی از تاثیرگذارترین بازیکنان این سالهای لیگ برتر فوتبال افغانستان هست. در بستی پیش رو از این بازیکن بیشتر ببینید و بشنوید. من محمد عمران ولیزاده، بازیکن تیم شاهین آسمایی و همچنان عضویت تیم ملی 20 سال افغانستان. سطح مسابقه بسیار بالاست و در تمام تیم ها از نوبه های ارزون اشتراک میکنن و انتخاب میشن. بازیکن ها باید حداقلش 6 ماه الا 8 ماه پیشتر یک برنامه کاری داشته باشن که پیش خود کار کنن تا بتانن به تیم های زونا را پیدا کنن. از سن 15 سالگی در تیم ردای سنی انتخاب شدیم. 15 سال، 16 سال، 17 سال، الا 20 سال، فعلا 20 سال هستیم و انشالله آرزو دارم در تیم ملی بزرگسالان هم بخیر بازی کنم. تیم های دیگر که در لیگ برتر افغان اشتراک دارند و خواستشان همی است که اول از گروهشان سود کنند، ولی شاهین آسمایی همیشه از آغاز تمریناتشان که استاد ما استاد مشتبه فیض با ما با تمام بازیکنان گروه خوب میتن و گپ اولشان همی است که ما باید قهرمان شویم. هیچ وقت اون نگفتم ما را که ما باید از گروه سود کنیم. همیشه وقت گپش همین بوده که ما قهرمان میشیم، از قهرمانی خود دفاع میکنیم. ما تقریبا بعد از مخاطب مسابقات آمادگی آم و تام گرفتیم به این بازی که مثال بتانم بهترتر از اون سال قبل ظاهر شویم. خوش آمدید و ادامه برنامه. در تورنمنت امسال کابل جوانی به عنوان پدیده معرفی شد که سبک و استایل بازیش خاص و متفاوت است. بازیکنی که سرمربی شاهینی ها حساب ویژه‌ای روی او باز کرده است. عتیق الله سلطانی. با هم بسته تصویری این بازیکن را تماشا میکنیم. با نام خدا عتیق الله سلطانی هستم و 20 سال سن دارم. هستم سرانش. ما فوتبال از تیم فوتبال تفهید آغاز کردیم. از با
و با تیم 12 سال تیم ملی را پیدا کردم و فعلا هم عضو تیم 21 سال افغانستان هستم. اولگوی ما در دنیای فوتبال لیونل مسی خوب دریبل خوب داره، همزمان چپ راست داره و یک بازیکن خوب، یک بازیکن اخلاقی است. عتیق الله سلطانی یک تن از چهرهای جدید و بسیار از لحاظ روانی بسیار آماده و سرعتی همچنان بازیکن است که گپ شنو است. نظر به مو عمل کرده پارسالش در ترکیب تیم جای داره و بتانیم نظر به می دلایلی که گفتم از استفاده بکنیم و نتیجه خوب به دست بیاریم. تیم فوتبال شاهین همه ساله یکی از مدعیان اصلی قهرمانی لیگ برتر افغانستان می باشه و این سال هم به احتمال زیاد میگم یکی از فاینالیست های لیگ برتر افغانستان شاهین است. بعد از برگزاری بازی های مرحله گروهی و نیمه نهایی چهره دو تیم حاضر در فاینال مسابقات کابل مشخص شد. حالا از شما خواهش مندم لحظات برتر بازی نهایی رقابت های کابل را تماشا کنید، مسابقه که چهره قهرمان بازی ها را مشخص میکند. بعد از پشت سر گذاشتن مسابقات مرحله گروهی و نیمه نهایی دو تیم امرخیل و سرمیاش به فاینال مسابقات کابل رسیدند. این تیم امرخیل هست، تیم جوان و پرقدرت این دوره رقابت‌های کابل و آن طرف تیم آبیش سرمیاش مدعی همیشگی قهرمانی در فوتبال کابل. بازی در استادیوم فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار خواهد شد در اولین تورنمنتی که در سال 97 در راهی به سوی لیگ برتر برگزار شد. بازی در نیمه اول تیم آبیپوش سرمیاش آغاز کرد، تیمی که از چپ به راست میدان توپ میزد و کاوش حیدری در ترکیب داشت در دروازه و تیم سیاه پوش امرخیل هم از راست به چپ میدان بازی میکرد. هشت تیم برتر فوتبال کابل در این رقابت ها شرکت کرده بودند و در نهایت این دو تیم به بازی نهایی رسیدند. سیاه پوشان امرخیل صاحب توپ هستند. امرخیل که گفتم یکی از تیم های جوان و مدعی فوتبال پایتخت هست، بازیکن های خوبی رو در ترکیب داره. این هم مشتبه فیض همراه با طاهر رؤوفی که مسئولیت انتخاب 21 بازیکن برتره شاهین آسمانی در فصل هفتم را بر عهده دارند. فرصت برای یاران امرخیل و توپی که در مرحله اول کاوش حیدری گرفت در ریواند دروازه توسط امان‌الله سرداری باز شد. این ضربه اول هست، کاوش حیدری توپ را این گونه مهار کرد و در بین سه بازیکن این امان‌الله سرداری بود که موفق شد دروازه را باز کنه. دقیقه 24 این گل به ثمر رسید. باز هم حرکت از سمت راست برای تیم امرخیل هست، ببینیم چگونه از این فرصت استفاده خواهند کرد. در همین نیمه اول باز هم فشار حملات به سمت دروازه سرمیاش بود و حلیم آقا شیرزاد که این بازی را قضاوت میکرد اینجا نقطه پنالتی رو نشان داد. امان‌الله سرداری پشت توپ رفت و به این صورت دروازه را به هر شکل ممکن باز کرد. بازیکن خوب این دوره از رقابت‌های کابل توپ اول را کاوش گرفت، ضربه پنالتی را تشخیص داد مسیرش، اما در نهایت دروازه او باز شد. نیمه دوم این تیم سرمیاش بود که برای جبران کار به میدان آمده بود. فرهاد توتاخیل یکی از قدیمی‌های فوتبال افغانستان در ترکیب سرمیاش هست. حمید حبیبی را هم می‌بینید. فیض کامگار ببینیم چگونه استفاده خواهند کرد از این موقع بازیکنان سرمیاشت. آفسایدی که به نظر اعلام شد، مشتبه فیض این فصل هم هدایت طلایی پوشان شاهین آسمانی را بر عهده خواهد داشت و اینجا پایان بازی برتری 2-0 امرخیل مقابل سرمیاشت و قهرمانی این تیم در رقابت‌های فوتبال پایتخت. We'll be right back.
بازی نهایی را تماشا کردیم. قهرمان مسابقات نیست مشخص شد. حالا از شما دعوت میکنم با بازیکنان برتر فوتبال کابل که ترکیب شاهین آسمانی در فصل هفتم رقابت های لیگ برتر افغانستان را تشکیل میدهند آشنا شوید. با پایان برنامه امروز رسیدیم. شما بیننده راهی به سوی لیگ برتر زون پایتخت بودید. در برنامه امروز بهترین های فوتبال کابل برای حضور در ترکیب شاهین آسمایی مشخص شد. شاهینی که مدافع عنوان قهرمانی مسابقات نیست هست. امید از برنامه امروز لذت برده باشید. تا برنامه دیگر و سفر و زون شرق فوتبال افغانستان همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. اوقات خوشی داشته باشید. خدا نگهدار.